فیفا سی لو رفت. در این ویدیو به آینده سفر میکنیم، در سال 2030، جایی که فیفا سی بیرون اومده. توی این نسخه از فیفا خیلی از بازیکن‌ها مثل مسی و رونالدو و زلاتان و غیره خدافظی کردن و یه سری از بازیکن‌ها که کوچیک بودن و جوان بودن به همراه بازیکن‌های بزرگتر شدن. به نظر تو توی فیفا سی چه تیمی قهرمان چمپیونز لیگ میشه؟ سلام و درود خدا بر شما. به سال 2030 خوش اومدید. بریم سراغ اولین بازیکن که توی فیفا سی هستش. بله، دوناروما در فیفا 22 اوورال 69 بوده و الان داخل فیفا 30 تا اوورال پیشرفت کرده و هنوز هم توی پی اس جی هست. اوورال 92. و بازیکن بعدی که توی فیفا 30 هستش ایشونه که با 11 تا اوورال بیشتر اومده توی فیفا 30 و اوورال شده 89، اما اومده توی بایر مونیخ. و بازیکن بعدی ولهوویچ 78 بوده، اومده توی فیفا 30 با 12 تا اوورال بیشتر در همون یوونتوس اوورال 90. و اما بازیکن بعدی اشرف حکیمی در فیفا 30 5 اوورال پیشرفت کرده، 85 بوده شده 90 و رفته رئال مادرید. بازیکن بعدی که از رئال مادرید مشاهدهش میکنید وینیسیوس اوورال 80 بوده توی فیفا 22 و الان در فیفا 30 با 9 تا پیشرفت 89 رئال مادریدی. و اما بازیکن بعدی آلفونسو فاتی بازیکن بعدی آنسو فاتی توی فیفا 22 اوورال 76 بوده در بارسلونا، بعد توی فیفا 30 11 پیشرفت کرده اوورال شده 87 و باز هم در بارسلونا. و اما بازیکن بعدی کیمیش توی فیفا 22 89 بوده توی بایر مونیخ و الان توی فیفا در سال 2030 دو تا از اوورالش کم شده و هنوزم تو بایر مونیخه. ایزاک که در فیفا 22 اوورالش 82 بوده و الانم توی نیوکاسل گفته که توی فیفا 30 6 تا به اوورالش اضافه میشه و میره توی آرسنال با اوورال 88. من نمیفهم از روی چه چیزی داره میگه که ایزاک اومده تو آرسنال ولی الان تو فیفا 30 اومده تو آرسنال. نیمار جونیور که متاسفانه کارت آیکونیکش اومده و این به معنی اینه که خدافظی کرده و کلا توی فیفا 30 نیست. سانچو توی منچستر بوده اوورال 87، توی فیفا 30 اوورال 86 همون منچستر. کلیان توی فیفا 22 اوورال 91 بوده توی پی اس جی بوده و توی فیفا 30 اومده توی رئال مادرید ما 3 تا اوورال 71 94. دلیخت یوونتوس بوده که هنوز هستش، هم کچل شده هم رفته بارسلونا هم اوورال شده 88 3 تا رفته بالا. علی بازیکن بعدی ساکا که توی آرسنال بوده الانم توی آرسنال توی فیفا 30 و اوورال شده 88. بازیکن بعدی لیونل مسی که متاسفانه با 6 تا افزایش اوورال از فوتبال خدافظی کرده در فیفا 30. بله، کیم پمر رو مشاهده می‌کنید توی فیفا 22 83 بوده اوورالش تو پی اس جی، الان توی فیفا 30 مثبت 3 تا رفته بالا و هنوز توی پی اس جی و تچل شده. روبن دیاز اینم هست هنوز توی فیفا 30 4 تا اوورال اضافه شده شده 91 و هنوزم توی منچستر سیتی. بازیکن بعدی رشفورد 24 ساله 85 بوده توی فیفا 30 شده 87 رفته پی اس جی. به به. و اما بازیکن بعدی 23 ساله رایس تو وست هم بوده اوورال 82 بوده 5 رفته بالا 87 شده رفته منچستر یونایتد. و بله، بازیکن بعدی متأسفانه مانوئل نویر هستن که بعد از اینکه 5 اوورالشون رفته بالا در سن 43 سالگی در فیفا 30 خدافظی کردن از فوتبال. فدریکو کیزا بازیکن 24 ساله یوونتوس در فیفا 22 که از اوورال 83 رسیده توی فیفا 30 به 87. زلاتان متاسفانه 9 تا اوورال رفت بالا. تو چجوری حساب کردی؟ به خود زاد علیبری میگه میدونم خدافظی کرده توی فیفا 30 اصلا نیست. هالند چی میگه؟ آقا ارلینگ هالند 88 بود اوورالش شده دورتموند توی فیفا 22، 21 ساله اومده توی فیفا 30 شده 94 اوورالش رفته بارسلونا. بازیکن بعدی دیانگ رفت از مارسا. دیانگ توی فیفا 22 توی بارسلونا بوده 87 بوده، یه دونه اوورالش پیشرفت کرده و توی فیفا 30 رفته بایر مونیخ. و بازیکن بعدی جک گریلیش همینطور که مشاهده میکنید ایشون برعکس توی فیفا 23 اوورالش شده 86 دو تا اضافه شده و توی منچستر سیتی هم هست. هاورتس توی فیفا 22 اوورالش 84 بوده چلسی بوده، اما 4 تا اوورال پیشرفت کرده توی فیفا 30 88 شده، اما توی همون چلسی به عنوان مهاجم نوک بازی میکنه. کریم بنزما که متاسفانه در فیفا 30 4 تا اوورال پیشرفت کردش اما با اوورال 93 از دنیای فوتبال خدافظی کرد. بله، بلینگام اوورال 79 توی فیفا 22، دورتموند توی فیفا 30 9 تا اوورال بهش اضافه شده رفته لیورپول، اونجا هم هفک وسط. و اما بازیکن بعدی آقای رینا توی از دورتموند با اوورال 77 بازیکن آمریکایی توی فیفا 30 شده اوورالش 88 رئال مادرید. آینده داره به هم میریزه. و بازیکن بعدی فیل فودن که توی من سیتی بوده با اوورال 84 توی فیفا 30 اوورالش رو 90 و همون من سیتی بازی میکنه. بازیکن بعدی رابرت لواندوفسکی که بعد از 8 سال توی فیفا 30 با مثبت 3 اوورال فوتبال رو کنار گذاشت. بازیکن بعدی میسون ماونت از چلسی با 23 سال سن اوورال 83 اومده توی فیفا 30 با اوورال 89 توی همون چلسی توی همون پست برای چلسی توی فیفا 30 بازی میکنه. بازیکن بعدی محمد صلاح که متأسفانه توی فیفا 30 بعد از 8 سال که توی فیفا 22 بود 93 شد اوورالش ولی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. و پدری بازیکن بارسلونا توی فیفا 22 81 بوده افک وسط بازی میکرد بارسلونا و توی فیفا 30 اومده اوورالش شده 99 تا رفته بالاتر و دوباره تو بارسلونا است. بازیکن بعدی متأسفانه کریستیانو رونالدو که توی فیفا 22 اوورالش 91 بوده و الان که توی فیفا 30 هست اوورال 99
شده ولی خدافظی کرده از فوتبال. بله بازیکن بعدی فران تورس تو من سیتی بوده توی فیفا 22 اوورال 82 اومده توی فیفا 3 رفته توی بارسلونا با اوورال 88 وینگر راست بارسلونا رو دست گرفته. و آخرین بازیکنم گنبری هستش که توی بایر مونیخ بوده توی فیفا 22 با اوورال 85 بعد اونم با یه دونه اوورال پوینت اومده توی فیفا 3 با اوورال 84 توی ترکیب اصلی بایر مونیخ بازم فیکس توی فیفا 3. و بازیکن آخر که لوئیس سوارز باشه از اتلتیکو مادرید توی فیفا 22 که اوورالش 88 بود رسید توی فیفا 3 به اوورال 94 و متاسفانه از دنیای فوتبال خدافظی کرد توی فیفا 3 نیست. و همینطوری که می‌بینید همه بازیکن‌ها و تیم‌ها رو آوردیم توی گروه بندی چمپیونز لیگ و می‌خوایم چمپیونز لیگ رو استارت بزنیم. پاریس سن ژرمن، بایر مونیخ، یوونتوس، رئال مادرید، بارسلونا، آرسنال، چلسی، منچستر سیتی و لیورپول و همه بازیکنانی که بهتون گفتم نقل انتقالاتشون انجام شده توی این گروه بندی هستن. به نظرتون کدوم تیم به فینال رقابت‌های چمپیونز لیگ توی فیفا 3 راه پیدا می‌کنه؟ بازی‌های گروهی رو رد کنیم و همینطوری که می‌بینید لیورپول به عنوان صدر گروه A صعود کرد. توی گروه C متأسفانه بارسلونا و بایر مونیخ حذف شدن و بارسلونا به لیگ اروپا رفت. توی گروه D آرسنال به عنوان دومین تیم صعود کرد و توی گروه E هم چلسی به عنوان دومین تیم صعود کرد. اما توی گروه F رئال مادرید با اقتدار به عنوان اولین تیم صعود کرد به مرحله بعدی و توی گروه G سیتی تیم دوم شد و ولی اومد مرحله حذفی. توی گروه H PSG رفت به مرحله حذفی اما یوونتوس متأسفانه رفت کنار بارسلونا به لیگ اروپا. مرحله حذفی اینجوری شد: PSG مقابل من سیتی، بنفیکا سویا، رئال مادرید چلسی، لایپزیگ خورد میلان، آرسنال و اینتر و ویکتوریا به اسپورتینگ، لورکوزن به ناپولی و در آخر لیورپول به اتلتیکو مادرید. بازی حذفی PSG و من سیتی بازی راحت می‌کنه و می‌بینیم که نتیجه چی میشه. بازی رفت 3-0 پاریس سن ژرمن میزنه. اول من سیتی با مهره دیدون گل زد و بعدش هم رشفورد، خوان برنات و فابیان رویز گلای ما رو سر رسوندن. بریم بازی برگشت. بازی برگشت من سیتی PSG رو دوباره رد کردیم و باز هم PSG من سیتی رو میترکونه و من سیتی از رقابت ها حذف شد. با گلای ویتینیا و مارک نیوش در مقابل گل دی بروینه تونستیم ببریمشون. رفتیم سراغ بازی بنفیکا سویا برای حذف کردن یک کدومشون. بعد سویا 2-0 بنفیکا رو میبره. بازی رفت. رفتیم سراغ بازی برگشت سویا و بنفیکا تا ببینیم کدومشون حریف PSG میشه. بنفیکا صعود کرد و کامبک 3-1 بردش و به خاطر گلهایی که توی خونه بیشتر و به خاطر گلهایی توی خونه بنفیکا با نتیجه 3-3 به نفع بنفیکا بنفیکا حریف PSG میشه. رفتیم سراغ بازی رفت رئال چلسی تا تکلیف تیم حذف شده معلوم شه. رئال مادرید 3-1 میبره با گلای شوامنی و دو گل کریم بنزما در مقابل گل فدریکو کیزا جوان. اما بازی برگشت رئال چلسی توی زمین چلسی 3-1 رئال مادرید دوباره میترکونه با گلای رودریگو و امباپه قدر و چقدر 94 و کاماوینگا در مقابل میسون ماونت. رئال مادرید با نتیجه 6-2 به مرحله نیمه نهایی صعود میکنه. رفتیم سراغ بازی میلان و لایپزیگ تا حریف رئال مادرید مشخص باشه. اوه مساوی شد 1-1. اونور انکو گل زد، اینور تونالی برای میلان و بازی برگشت لایپزیگ و میلان. میلان میترکونه 3-1 لایپزیگ میترکونه با گلای تونالی، لیاو و ژیرو در مقابل انکوکو. در مجموع با نتیجه 4-2 حریف رئال مادرید در نیمه نهایی شد. بریم سراغ بازی آرسنال اینتر با حضور ایزاک و ساکای 88 تا ببینیم آرسنال چیکار میکنه. 2-1 میزن آرسنال با گل اودگارد و ساکا در مقابل لاوتارو مارتینز. بازی برگشت اینتر و آرسنال تکلیف رفتن به 1/4 نهایی مشخص میکنه. تمام میکنه کار آرسنال. 3-2 دوباره اینتر رو میترکونه با گل ساکای 88 و ایزاک و اودگارد در مقابل گوزنز و میختاریان. در مجموع آرسنال 5-3 به مرحله نیمه نهایی رسید. بازی رفت اسپورتینگ ویکتوریا 4-1 به سود اسپورتینگ شد. در نهایت اسپورتینگ با نتیجه 7-2 توی نیمه نهایی به آرسنال خورد. بازی رفت اتلتیکو و لیورپول 1-1 مساوی شد با گل سیاگو مقابل لمار. و اما بازی برگشت که میتونست بلینگام به مرحله 1/4 نهایی صعود کنه. برو خدا نگو لیورپول اوت میشه. وای لیورپول همراه با بلینگام از چمپیونز لیگ حذف شد و اتلتیکو به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بازی رفت لورکوزن ناپولی با برد 1-3 ناپولی تموم شد. توی بازی برگشت لورکوزن نتونست کاری بکنه و ناپولی با در مجموع نتیجه 2-1 حریف اتلتیکو در 1/4 نهایی شد. مرحله 1/4 نهایی فیفا 3 پی اس جی مقابل بنفیکا، رئال مادرید، میلان، آرسنال، اسپورتینگ، ناپولی، اتلتیکو. جنگ رشفورد جوان با بنفیکا برای رفتن به نهایی. بازی رفت ماچی 2-0 با گل رشفورد به اسمان رسید و بازی برگشت 3-0 میتونه کنه. 5-0 پی اس جی به مرحله نیمه نهایی رفت. بازی رفت رئال و میلان 2-0 میتونه کنه با گل بازیکن جدید اشرف حکیمی و شوامنی. بازی برگشت میلان رئال وینیسیوس کارت قرمز داشت و نمیتونست بازی کنه. بازی برگشت رئال مادرید 3-1 شکست خورد با تک گل حکیمی و چون میلان بیشتر گل زده بود تو زمین رئال مادرید، اینجا رئال مادرید با حکیمی و امباپه حذف میشه. میلان حریف پی اس جی شد. بازی رفت اسپورتینگ آرسنال با حضور ایزاک 88 و ساکای 88. چه جوری میشه 3-2 شما ببازین؟
3-2 بازی رفت فختین. توی بازی برش آرسنال و اسپورتینگ رمزدیل مصدوم شد. آرسنال 4-1 با تک گل ساکا از چمپیونز لیگ حذف شد. اسپورتینگ به مرحله نیمه نهایی رفت. و متأسفانه اینو باید بهتون بگم که تنها بازیکن جوان باقی مانده از فیفا 23 توی فیفا 30 در مرحله نیمه نهایی فقط راشفورد توی پی اس جی. ناپولی هم در یک بازی رفت و برگشت اتلتیکو رو در مجموع با نتیجه 5-3 شکست داد و حریف اسپورتینگ در نیمه نهایی شد. مرحله نیمه نهایی پی اس جی میلان اسپورتینگ ناپولی. به بازی پی اس جی میلان رسیدیم که تنها بازیکن جوان یعنی راشفورد رو توی تیم داشت و بازی 1-1 شد با تک گل وراتی در مقابل رافائلیو. و اما بازی برگشت راشفورد مقابل میلان، یا علی مدد تم بکن کارو، اتیتی که تک گل بازی رو زد و راشفورد همراه پی اس جی اولین فینالیست فیفا سی شد. در آخر رسیدیم به بازی اسپورتینگ ناپولی، ببینیم که اسپورتینگ میترکونه ناپولیو یا نه. و اسپورتینگ داره همه رو میترکونه، پاولینیو گل زد. جان جلت اسپورتینگ نبره ها، بزن رد کن بره دیگه، من نمیدونم. بازی برگشت یک تموم، اسپورتینگ با نتیجه 2-1 به فینال رقابت رسید در مقابل پی اس جی. و بازی فینال بین پی اس جی و اسپورتینگ در فیفا سی با حضور راشفورد 87 به نظرتون از بین تمام جوانایی که داشتیم و همشون اوت شدن، راشفورد میتونه در فیفا سی چمپیونز لیگ بالای سر ببره با پی اس جی یا نه؟ بدون مسی و نیمار در حالی که داریم مشاهده میکنید فرض میکنم یا خود خدا چمو میکنه کارو فکر کردیم مثلا آرسنال هم میتونه ببره، پی اس جی میتونه ببره، زرش شانسی اومدی بالا. در مجموع پی اس جی با راشفورد 87 بدون مسی و نیمار بدون امباپه تونستش قهرمان چمپیونز لیگ فیفا سی بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید، لایک و سابسکرایب کنید، فراموش نشه. فیفا باز باشید و پی اس باز. خدا نگهدار.